الغنی جل جلاله. بعض انسان ها به قصر های بلند آشیانه خود و یا با ماشین های با حشمت خود و یا با پل هایی که در بانک ها دارند خود را بای حسابیده فخر میکنند. اما حقیقت اینجاست که تنها الله سبحانه و تعالی غنی است، یعنی بای است. الله سبحانه و تعالی با ذات خود از هر چیزی دیگر بای است و همه چیز محتاج الله سبحانه و تعالی هستند و این بایی مطلق است که در آن الله سبحانه و تعالی هیچ کس را شریک نمی کند. بس در حقیقت الله سبحانه و تعالی با قدرت پادشاهیش از دیگران بی نیاز است و همه خلق در عطا و احسانش در نزد او تعالی فقیر هستند. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: ای مردمان، شما به الله محتاجید و همان الله بی نیاز و ستوده کار است. سوره فاتر آیه 15. پس چه خیر او غنی نباشد که همه چیز در این عالم ملک اوست و در زیر تدبیر او می باشند. الله سبحانه و تعالی فرمود: او روز آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه در میان اینها و آنچه زیر خاک نمناک است. سوره طه آیت 6. کاملی و بایی پروردگار این است که الله سبحانه و تعالی صاحب، فرزند و شریک ندارد. الله سبحانه و تعالی فرمود: کافران گفتند الله فرزند گرفته است، او پاک است، او بی نیاز است. سوره یونس آیه 68. الله سبحانه و تعالی با بی نیاز بودنش از خلقش به آنها احسان میکند، به آنها نیکی ها میخواهد، از آنها ضررها را دور کرده و از آنها منفیتی را جلب نمیکند، بلکه این همه از او تعالی همچو رحمت و احسان است. الله سبحانه و تعالی فرمود: و پروردگار تو بی نیاز صاحب رحمت است. سوره انعام آیت 133. و از بایی الله سبحانه و تعالی این است که به او تعالی کفر کافران و گناه گناهکاران ضرری نمی رسد. الله سبحانه و تعالی فرمود: و هر کی شکر گزاری کند جز این نیست که برای نفع خیش شکر گزاری میکند و هر کی ناسپاسی کند پس پروردگار من بی نیاز و کریم است. سوره نمل آیت 40. الله سبحانه و تعالی ستایش شده و بایی است، زیرا او فضل و عطای زیادی دارد. از نزد او به انفاق کردن چیزی کم نمی گردد. الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی چنین فرمود: ای بندگانم، اگر اولین شما و آخرین شما و انس شما و جن شما در یک مکان جمع شوند و هر یکی از آنها آنچه می خواهد از من بپرسند و من آن را عطا فرمایم، پس از ملک من چیزی کم نمی گردد، مگر به مثل آن است که اگر سوزنی را به بحر داخل کرده شود. حدیث با روایت امام مسلم. پس آنی که الله سبحانه و تعالی را با غنی بودنش بشناسد تنها او را عبادت میکند و به او چیزی را شریک نمی آورد، و آنی که الله را غنی دانست و با یقین دعا کرد، الله سبحانه و تعالی دعای او را اجابت میکند و باور کرد که الله سبحانه و تعالی آنچه در دعا می پرسد اجابت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر یکی از شما دعا کند پس چنین نگوید: پروردگارا، اگر خواهی مرا مغفرت بکن، بلکه با یقین و قاطعانه دعا بکند، زیرا هیچ کس نمیتواند الله سبحانه و تعالی را به کار مجبور سازد و باید رغبت و امیدش را بزرگ نشان دهد، زیرا الله سبحانه و تعالی مجبور به دادن چیزی نیست و دادن هیچ چیزی برایش دشوار نمی باشد. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.